سرخط مهمترین خبرها. اشرف غنی به کابل می آید. افزایش نظامیان آمریکایی در کابل. با نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. اشرف غنی به کابل می آید. غنی در حال مشورت برای برگشت به افغانستان هستند. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین کشور در پیامی گفت که فرار نکرده و خروجش به این دلیل بود که از خونریزی جلوگیری شود. او افزود که در حال مشورت است و به افغانستان باز خواهد گشت. اشرف غنی رئیس جمهور پیشین امشب در پیام فیسبوکی گفت: من در امارات متحده عربی هستم. مسئولان امنیتی به من خبر داده بودند که توطئه جانی در کمینم بوده است و جنگجویان طالبان در اطراف دروازه های ارگ بودند. وی افزود: یا باید میماندم یا باید میرفتم. غنی ادامه داد: نمایندگان بین المللی به من گفته بودند که اگر نروی اوضاع خراب می شود و افغانستان مانند سوریه و یمن می شود. من مجبور شدم از کشور خارج شوم. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت: طالبان و افراد ناشناخته داخل ارگ شدند. اتاق به اتاق می گشتند. قرار بود که مانند 25 سال قبل حادثه خونینی رخ دهد. وی در ادامه گفت: من به عزتی افغانستان را نمی خواستم. مجبور شدم از افغانستان خارج شوم. غنی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود افرادی که با زبان بیگانه صحبت می کردند، کسی مقاومت نکرد. وی گفت: و کسانی که می گویند از افغانستان فرار کردم، می گویم که بدون دلیل قضاوت نکنید. هر کس که گفت رئیس جمهور دان فرار کرد، باور نکنید. غنی درباره خروج دلار از افغانستان نیز گفت: من هیچ چیزی با خود خارج نکردم، حتی با چبلی خارج شدم. وی افزود: اکنون تمام اصرار دولتی و دست دیگران افتاده است. غنی تاکید کرد: در مورد ترک افغانستان هیچ هماهنگی نداشتم. با یک پیراهن و چبلی فوراً خارج شدم. وی بار دیگر گفت: خارج کردن پول از افغانستان توسط من دروغ است. خروج من از کابل سبب شد که وضعیت کابل خراب نشود. وی همچنین گفت: از گفته های صلح کنونی که توسط عبدالله و حامد کرزی پیگیری می شود استقبال می کنم و کامیابیشان را می خواهم. وی افزود: دوباره از همه نیروهای امنیتی خود تشکر می کنم. غنی در پایان گفت: من قصد فرار و جلن وطنی ندارم. فعلا در امارات هستم تا از خونریزی جلوگیری شود و در حال حاضر مشورت هستم تا دوباره به افغانستان بازگردم. و این در حال است که با پیشروی سریع طالبان، آمریکا تعداد سربازانی را که برای خروج دیپلمات ها و کارمندان این کشور و کابل اعزام می کند و 5000 نفر افزایش داده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه گفته است که نمایندگان این کشور و اعضای طالبان در قطر هشدار دادند که اگر جان کارکنان آمریکایی در افغانستان به خطر بیفتد، آنها با واکنش سریع و قدرتمند آمریکا مواجه خواهند شد. گزارش شده که واشنگتن از طالبان خواسته تا پیش از تخلیه سفارت ایالات متحده وارد کابل نشوند. از سوی دیگر شبکه سی بی اس در آمریکا روز شنبه خبر داد که بخش عمده از کارکنان سفارت آمریکا در کابل تا 36 ساعت آینده از افغانستان خارج خواهند شد و سایر کارکنان هم تا 21 آگست کابل را ترک خواهند کرد. این در حالی است که کابل در محاصره قرار دارد و گروه طالبان تحرکات خود را بر پایتخت افزایش دادند. از سوی هم شماره از فعالان زن پس از چاشت روز چهارشنبه 27 اسد با تجمع در برابر حوزه سوم شهر کابل خواهان محاکمه محمد اشرف غنی و رعایت حقوق زنان در تمامی عرصه ها شدند. کریستال بیات، یکی از برگزار کنندگان این برنامه، میگوید که جامعه جهانی باید کمک های بشر دوستانه خود را به افغانستان ادامه دهد. او خواستار مشارکت زنان و جوانان در حوزه های گوناگون شده است. در همین حال همایش شعار غنی دوست باید محاکمه شود، پول بیت المال را برگردانید و حق تحصیل، تعلیم و کار را زنان نگیرید، در سوی زنان حمل می شد.
آنها تأکید کردند که نظریات زنان در تشکیل ساختار نظام نوین ضروری است و زنان و جوانان باید شامل مراحل مختلف روند مذاکرات صلح در افغانستان شوند. این فعالان میگویند که زنان افغانستان خواستار قانون اساسی است که حافظ حقوق اساسی، شهروندی زنان و ارزش‌های حقوق بشری باشد. و این در حال است که کریم خلیلی میگوید انحصار قدرت به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نیست. محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در پاکستان به سر میبرد در واکنش به تحولات اخیر کشور گفته است که انحصار و تصاحب قدرت به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نیست. خلیلی روز چهارشنبه 27 اسد در صفحه فیسبوکش نوشته است رویداد اخیری که طی آن پایتخت کشور از سوی تحریک طالبان تصرف شد بار دیگر کشور ما را با یک دگرگونی عظیم روبرو ساخته است. این دگرگونی تنها در بعد نظامی و سیاسی خلاصه نمی شود، بلکه پیامدهای آن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. و افزوده است که با جمعی از سیاسیون کشور به اسلام آباد سفر کرده است تا حمایت مقامهای دولت پاکستان را برای کمک به تشکیل یک حکومت فراگیر، همشمول و مبتنی بر تفاهم و عدالت در افغانستان جلب کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان تاکید کرده است که پاکستان حمایتش از دایره تشکیل یک حکومت همشمول و مبتنی بر رضایت همه مردم، شخصیت‌ها و محورهای سیاسی افغانستان را به شکل روشن اظهار کرده است. خلیلی تصریح کرده است که مردم افغانستان از جنگ ها و منازعات خونین و مزمن به شدت خسته شدند و این را همه باید درک کرده باشند. و افزوده است که هیچ طرح سیاسی برای برقراری ثبات و نظم سیاسی از طریق غلبه و فشار در کشور به نتیجه نمی رسد. او بیان این که قضیه افغانستان را حل نظامی ندارد گفته است. تصاحب و انحصار قدرت را به نفع آینده کشور و هیچ طرفی نمی دانم. ثبات سیاسی در کشور ما فقط از یک طریق به دست می آید که همه در قدرت سیاسی شریک باشند و هیچ طرفی از طرفها، هیچ قومی از اقوام شریف کشور، هیچ یک از پیروان مذاهب اسلامی و هیچ نیروی سیاسی خود را از دایره تصمیم گیری های ملی و نظم سیاسی بیرون احساس نکنند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.